بسم الله الرحمن الرحیم. شب و روز عید قربان انشاءالله بر همه مسلمانان مبارک باشد. اولا در شب عید قربان زیارت سید الشهدا علیه السلام مستحبه و همینطور در روز عید قربان هم غیر از اینکه زیارت ائمه علیه السلام سفارش شده، اینکه تا 15 نماز تکبیرهایی که معروفه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، اینجور دعاها و تکبیرات در روز عید قربان مستحبه که خونده بشه. روز عید قربان همون روز 40 است که موسی کلیم الله به دیدار خدا رفت. البته این دیدار یعنی دیدار معنوی، دیدار قلبی، نه دیدار با چشم سر، یعنی خدا را ملاقات کردن اما ملاقات با دل، ملاقات با روح، با جان، نه ملاقات با جسم. غیر از این که مسئله لقاء الله و موسی کلیم الله و پایان 40 کلیمیه هست، غیر از اینها عید قربان یعنی موقعی که انسان مال خودش را در راه خدا قربانی بکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام و اون داستان فرزند حضرت ابراهیم و قربانی کردن فرزند، اون حالا یک بحث جداگانه‌ای میخواد، ولی فعلا اونی که برای ما سفارش شده همین که قربانی کردن بخشی از مال خود یا مثلا یک حیوانی را انسان در راه خدا قربانی بکنه و گوشت اون را هم به فقرا بدهد. قرآن هم فرموده لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، نه گوشت این حیوان به خدا میرسد نه خون این به خدا میرسه، ولکن این باعث میشود که شما تقوا پیشه کنید و به خدای متعال تقرب پیدا بکنید. یعنی از طرف این قربانی برای اینه که انسان مواسات در مال با دیگران داشته باشه، مال خودش رو بدهد به دیگران، چه اینکه اون دیگران فقیر باشند چه اینکه فقیر نباشند، گوشت قربانی رو به دیگران دادن، یعنی همین که انسان کاری بکنه که دیگری غذایی بخوره، این خودش ارزش داره و مطلوب شارع. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله طبق یک روایتی فرمود که اگر کسی یک درخت میوه ای رو قرض بکنه بکاره و این درخت میوه دهد، چه انسانی از این درخت بخوره، چه اینکه یک پرنده ای بخوره، چه اینکه یک حیوانی از برگ این درخت بخوره، همه اینها صدقه حساب میشه برای اون کسی که این درخت رو کاشته. یعنی تا این درخت سر پاست و میوه میدهد یا برگ میده و حیوانی یا انسانی از این استفاده میکنه، اینها صدقه برای اون کشاورزی که این درخت رو کاشته. در روز عید قربان انسان میخواد همین را در وجود خودش تمرین بکنه که از مال خودش در راه خدا بگذرد. از مال خود در راه خدا گذشتنم چند تا معنا داره. یک معناش اینه که انسان گاهی به مسئله انفاق مالی میپردازه و ما انفقتم فی سبیل الله، اون چه که انفاق میکنید به عنوان مال در راه خدا. یه مرتبه اینه که نه، مرتبه بالاتر انفاق به صفاته، اون چه که طلب مرضات الله به عنوان طلب رضایت خدا. یعنی یه مرتبه کسی از مال خودش به دیگران میدهد، یه مرتبه کسی از علم خودش، یکی از آبروی خودش، یکی از موقعیت خودش، یکی از جایگاهی که داره به نفع مردم استفاده میکنه، رو میزنه که کار یک انسانی حل بشود. یک کسی مال خودش را به مردم میدهد، یک کسی آبروی خودش را، علم خودش را، قدرت خودش را، حیثیت و موقعیت خودش را برای مردم فدا میکنه که این میشه انفاق به صفات. یه مرتبه هم کسی از جان خودش برای دیگران مایه میگذاره،
که حالا فرض کنین مثال خیلی روشنش شهدا هستن. اینا همه نوعی انفاق در راه خداست و بهترین موقع و بهترین زمان برای این انفاق ها روز عید قربانه. در واقع توی عید قربان انسان میخواهد تمرین بکنه ایثار را، تمرین بکنه فداکاری در راه خدا را. اینطوری نیست که مثلا ما بگوییم که روز عید قربان باید نفس خودمون را قربانی بکنیم. نه، روز عید قربان باید این را فرا بگیریم که میشود در راه خدا از مال خود گذشت. به قول بعضی از شعرا میگفتند که نه اون کسی که بخیل بود و مال نمیداد جاودانه شد و نه اون کسی که هیچی نمیداد مثلا پول دار شد. نه پولداری کسی را جاودانه کرد، نه اینکه بخشندگی کسی را فقیر کرد. به عبارت دیگر اون چی که مهمه اینه که خداوند به حضرت ادریس علم داد، به قارون پول داد. قارون از پول خودش استفاده نکرد برای کمک به فقرا و لذا خدا او را تو زمین فرو برد. اما حضرت ادریس از علم خودش برای رشد علمی و معنوی مردم استفاده کرد. خداوند ادریس رو رفعناه و مکانن علی یا او رو به مکان بالا برد. یعنی اون که از علم خودش برای مردم استفاده کرد رفعناه و مکانن علی یا، و اون که از مال خودش برای آسایش مردم استفاده نکرد خسفنا بهی و بدار الارض. انشاءالله که خداوند همه ما را اهل ایثار و فداکاری و قربانی در راه خدا قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.